درود به همه شما همراهان خوب کانال روزنامه ورزش، خیلی خوش اومدید. خیلی سریع مثل همیشه بریم سراغ مرور خبرهای امروز. جناب رافتی فرمودن که ورزشگاه آزادی رو به احترام حضور رونالدو درست میکنیم. این که دارید ورزشگاه رو درست میکنید خب وظیفتون بوده. اتفاقا وظیفتون بوده خیلی زودتر از اینا هم درست کنید. اما نه به احترام رونالدو، به احترام مردم که لیاقتشون این تیم مورد علاقهشون بدون ورزشگاه بمونه. مسئولا یه طوری دارن پیش میرن که بابت هر کاری که وظیفه‌شونه و انجام میدن سر مردم منت میذارن. خب این یه کاریه که طبیعی بوده و باید شما انجام میدادید. این منت گذاشتنا دیگه چیه؟ سیا لیگ ژاپن جی لیگ یکی از حرفه‌ترین، حتی داوراش هم حرفه‌ای هستن. 5 تا تیم بیشتر نتونسته ای بگیره، متوجه هستی؟ عربستان اگر یادتون باشه 4 تا ورزشگاه، 4 تا باشگاه اصلا مجوز نگرفتن، حتی مجوز ملی. عرض کنم پرسپولیس استقلال خودتون یادتونه که مجوز. امسال کار بسیار دقیق انجام شد و سختگیری کامل بود که ما تونستیم 7 تا ورزشگاه بگیریم. 4 تا ورزشگاهمون هم ملی گرفتن. از همینجا خدمت بیننده های عزیز و همه باشگاه ها عرض می‌کنم 4 تا باشگاه اگر سال آینده نگیرن باید تشریف ببرن لیگ 1. کدوم باشگاه؟ ملوان، عرض کنم خدمتتون نفت آبادان، چادرمندوه و خیبر خرم آباد. اگر نگیرن سالا این یعنی سالی که داریم میاد تشریف میبرن لیگ 1 و نمیتونن، حتی اگر قهرمان لیگ برتر بشن نمیتونن تو لیگ برتر حضور داشته باشن، حتما باید مجوز ملی یا مجوز ای آسیا رو بگیرن. استیون انزونزی، ستاره فرانسوی که سابقه بازی در تیم‌های همچون پاریس سن ژرمن، روم، بلکبرن و استوک سیتی رو داره، با عقد قراردادی یک ساله رسما به سپاهان پیوست. صحبت‌های مهدی تاج درباره تتوی جدید سهرابیان. وقتی تتوی سهرابیان رو دیدم تعجب کردم. مگه میشه در کشور اسلامی که زندگی می‌کنیم چون این چیزی باشه؟ کمیته اخلاق ورود کرده و رأی هم می‌دهیم. این چیزها را باید ارشاد کرد و به بازیکن گفت. می‌داند این چیست که تتو کرده؟ احتمالاً آرمین سهرابیان مدافع باشگاه استقلال به خاطر تتوهای جنجالیش از سوی کمیته اخلاق به مدت 5 جلسه محروم بشه. حالا من نمیدونم، تمام مشکلات فوتبالمون برطرف شده، فقط همین تتوی سهرابیان مونده. تازه اینم که فقط به خودش مربوطه. باشگاه لهپوزنان لهستان در دور قبلی مذاکرات با باشگاه پرسپولیس رقم رضایتنامه رو 600 هزار دلار اعلام کرد، اما در دور جدید رقم رضایتنامه رو 850 هزار دلار اعلام کرده و سایر ارقام مطرح شده گمانه‌زنیه. آدانا دمیراسپور رسما به فدراسیون فوتبال ترکیه اعلام کرد میلاد محمدی دیگه قراردادی با این تیم نداره. گفته میشه میلاد محمدی در سکوت خبری با پرسپولیس به توافق نهایی رسیده. سورپرایزی که چند تا خبرگزاری ازش حرف میزدن همین انتقال محمدی به پرسپولیس بوده. اوسیانو کروز، دستیار سابق کارلوس کیروش، یکی از گزینه‌های اصلی جواد نکونام برای تقویت کادر فنی استقلاله. اینم استوری جدید آتیلا حجازی. حالا اینکه نکونام خرافاتی باشه یا نه، حق با حجازی باشه یا نه رو بذاریم کنار. الان استقلال وضعیت خوبی داره. خریدای خوبی هم داشته. بازی اولش رو هم برده. اگه مهدی هاشمی نسب و حجازی واقعا استقلال و هواداراشو دوست داشته باشن، نباید تو این وضعیت تیمی که ادعا میکنن دوست دارن و وارد حاشیه کنن. طوفان شبانه هاشمی نسب در کلاب هاوس علیه نکونام. عمر رو بازی داد. من رو مقابل هوادار قرار دادن که به خاطر پول توافق نکردم. به نکونام گفتم من رو با خود دشمن نکن. مدل دشمنی من با بقیه فرق داره ها. به نکونام تذکر دادم. بارها به من از گوشه و کنار از بازیکنان تیم ملی گفته شد که مراقب نکونام باشم، ولی من گوش نکردم و نکونام من رو بازی داد. به من گفتن باید به زور تعهد بدهی که کمتر حرف بزنی و جنجال نکنی. بعد از 9 روز نکونام به من زنگ زد گفت بیا تمدید کن. مادرم گفت برو دوباره به نکونام کمک کن ولی زیاد مصاحبه نکن. به خاطر مادرم گفتم باشه چشم. 16 ساعت از خرمشهر به تهران رانندگی کردم و برگشتم. طبق صحبت سمعی و درخواست نکونام بعد از 9 روز دوباره رفتم دفتر باشگاه. با وجود قرار قبلی دیدم هیچ فردی در باشگاه نیست و نکونام هم تلفن من را جواب نمیدهد. به نکونام وایس دادم گفتم من را بازی نده که بد میبینی. ما روی 6 میلیارد توافق کرده بودیم. سمعی هم اوکی داده بود. بخش مالی به من گفت آقای سمعی گفته روی 4.5 میلیارد توافق کردیم. من دوباره زنگ زدم به نکونام گفتم من را بازی نده. نکونام به من گفت صبر کن به سمعی میگم با تو تماس بگیره. ولی هی گذشت و کسی تماس نگرفت. دو روز بعدش غلامپور دوباره به من زنگ زد و گفت نکونام گفته که هاشمی نسب یه مقدار از رقمش کم کنه تا ثبت کنیم. من قبول کردم 1 میلیارد از 6 میلیارد رو کم کنم. باز هم رفتند و خبری نشد. من رو مقابل هوادار قرار دادن که به خاطر پول توافق نکردم. اگر هم به خاطر پول بوده از ابتدایش تعریف کنی نه تحریف.
قبل از اینکه بریم سراغ ادامه خبرهای نکته رو بگم که بعضی میان توی کامنت ها می‌نویسن چرا خبرهای امروزتون چنگی به دل نمیزد؟ چرا از فلان تیم کمتر بود؟ از این تیم بیشتر بود؟ چرا در مورد این تیم خبرتون خبر بدی بود؟ چرا این تیم خبر خوبی بود؟ بابا ما که خبرها رو تولید نمی‌کنیم، ما که مسئولش نیستیم. اتفاقاییه که داره میفته توی دنیای فوتبال و ورزش و ما فقط اینا رو انعکاس میدیم، بازتاب میدیم توی رسانه خودمون و به شما میگیم که این اخبار وجود داره. پس ما مسئول خوب یا بد بودنش نیستیم، این چیز خیلی سختی نیست. و اینکه اگه تکراری هم هست خبرها جاهای مختلف، خب یه چیز مشخصه وقتی یه خبری میشه توی یه جایی، حالا تو دنیا میخواد باشه یا تو دنیای ورزش باشه، خب تمام خبرگزاری ها اون رو میگن، پس طبیعیه که تکراری باشه. خیلی جاها شما بشینید پای خبرای شبکه های مختلف و میبینید که همشون دارن یه چیزی رو میگن. پس اگه کانالای مختلف ورزشی دارن یک خبر رو میگن، چون همون خبر وجود داشته توی اون روز، پس خیلی طبیعیه، چیز عجیبی نیست. خیلی ممنون که مثل همیشه از ما حمایت میکنید، درک میکنید و همراه ما هستید. ما هدفمون اینه که رضایت شما رو جلب کنیم و ویدیوهایی که در خور نگاهتون باشه تولید کنیم. ممنون میشم اگه دوست دارید ویدیوها رو لایک کنید و نظراتتون رو همچنان برای ما بنویسید. خیلی خوبه که ما نظر شما رو بدونیم در مورد بخش‌های مختلف. ممنون، بریم سراغ ادامه ویدیو. علیرضا جهانبخش گفته که میخوام 2 تا 3 سال دیگه در اوج و اروپا باشم. دنبال چالش های جدید هستم. دوست دارم در ایتالیا و آلمان بازی کنم. در یک قدمی ناپولی بودم. زنوزی دوباره فدراسیون را تهدید کرد. امیدوارم متولیان تحت تأثیر جوسازی ها قرار نگیرند و بر مدار قانون باشند، وگرنه گردابی شکل میگیرد که همه آنان را دامنگیر خواهد کرد. طرف حساب شما من و تراکتور هستیم. پای رئیس جمهور و امام جمعه را به این مسئله کوچک باز نکنید. پرونده بیرانوند دغدغه این عزیزان نیست. کمیته تعیین وضعیت درباره پرونده بیرانوند گفت که به دلیل اختلاف باشگاه پرسپولیس و بیرانوند در خصوص مسائل مالی و ادعاهای طرفین، بحث مورد نظر را به کارشناس تخصصی مالی ارجاع دادیم و منتظر اعلام نظر اون هستیم. واکنش تاج به ماجراهای پرونده بیرانوند. شما که میدونید ارکان قضایی کاملا مستقل هستند. هیچ کسی به فدراسیون فشار وارد نکرده است. این حرفها که زنگ زده اید نیست، مگر میتوانند؟ پرونده بیرانوند کار کارشناسی میخواهد. سوت حالا هر چی انجام میشد. فدراسیون پیش قدم شد، پای ایستاد که بازی ها رو در ورزشگاه های استاندارد برگزار کنه. میارزه ما چند تا بازی، امروز هم با آقای قلنو یه جلسه داشتم همین من گفتم، میارزه ما چند تا بازی رو بیرون انجام بدیم ولی یه ورزشگاه های استاندارد پیدا کنیم که حداقل 10-20 سال مردم بهش افتخار کنن، آب توش وای نسته. این اتفاقایی که شما تو آزادی خودتون دیدید. آزادی خیلی معتبری خواهد شد. از این نظر شما خاطر جمع باشید که یه ورزشگاهیه که دیگه ما یه آبروزی نیست، هر روز یه چیزیش بشه، نورش تکمیل شده. بقیه ورزشگاه هم از این قاعده مستثنا نیست. یعنی فولاد شهر الان یه ورزشگاهی استاندارد خوبی خواهد شد. الان یزد و من به استاندارش یه رو پیش از این داشتم صحبت کردم تو جلسه امروز، هم من یزد و یه گزارش کاملی دادن. یزد واقعا داره یه ورزشگاهی بسیار بسیار خوب میشه. من پیشنهاد دادم شما برید ببینید. اگر ما خودمون داریم فشار میاریم که زودتر از این بیاد تو مدار، اگر نعیمت ما باید بازی بعدیمون هم در ورزشگاهی مثل در واقع فولاد شهر برگزار کنیم یا یه جای دیگه ای که امکانش. انتظار خودم از مثلا من دیروز رفتم ورزشگاه فولاد شهر رو دیدم و تو LOC تیم ملی هم شرکت کردم در اسلام. ببینید ورزشگاه فولاد شهر حالا یه چیز نزدیک به 40 میلیارد تومان توش هزینه شده و داره آماده میشه، پولش هم یه بخشه. ولی من انتظارم اینه که حالا ما به استان قدس نوشتیم که ما بیایم مشهد بازی کنیم. استان قدس گفت که چون وفات بعد، یعنی در واقع مسئولین مشهد گفتن چون بعد از وفات امام رضا، حرفم حرف درستی بود، روز بعد بازیه ما نمیتونیم در واقع اونجا یه پذیر، یعنی شهر اصلا خودش خود به خود شلوغه. ما هم قبول کردیم، حرفم هم درستیه. ولی ما به زوباهن اعلام کردیم که شما تو این زمین دیگه بازی نکن برای تیم ملی، چون داره نورش الان همین امرو دارن نورش رو در واقع ترمیم میکنن.
ولی گفت ما مشهد میریم بازی میکنیم، ولی آستان قدس من رو شنیدم که گفته باید اینقدر پول بدید تا بیاید تو این ورزشگاه. گفتیم بابا اینا برای تیم ملی این کارا کردن، حالا تیم ملی شما نمیتونه، پولش مهم نیست، مهم اینه که ما باید همه یه جور موضوع کشور رو ببینیم، موضوع منافع ملی رو ببینیم، منافع تیم ملی رو ببینیم. امیدواریم که آستان قدس اسناد مالی دعوای پرسپولیس و بیرانوند. پرسپولیس بر اساس اسنادش مدعیه که تمام مطالبات علیرضا بیرانوند بابت فصل گذشته به طور کامل به این بازیکن پرداخت شده. در سوی مقابل علیرضا بیرانوند سندی در اختیار کمیته وضعیت قرار داده که بر اساس اون بخش مالی باشگاه پرسپولیس بدهی 1,256,000,000 تومانی این بازیکن را تایید کرده و با تکیه بر همین سند این بازیکن مدعی همچنان از باشگاه پرسپولیس طلب داره. اختلاف طرفین بر سر اسناد و اینکه هر کدام از آنها اسناد مختلفی رو در اختیار کمیته وضعیت قرار دادن باعث شده تا تمام اسناد مالی این پرونده به کارشناسان مالی ارجاع داده تا نظر تخصصی در این باره اعلام بشه. این اسناد محل اصلی اختلاف طرفینه که کار رو به کارشناسان مالی کشونده. حالا اولیش زمینه، میگه شما 50 میلیارد طول بازیکن میدی کجا قراره بدوه؟ زمین خاکیه، خیلی از چمنای استادیوممون تو شرایطی که تیم‌ها معمولا تو زمین خودشون بازی نمیکنن، تو شرایطی که تیم ملیمون حتی نمیدونه در چه زمینی باید میزبان بازی بین‌المللی خودش باشه، تو شرایطی که آخر شهریور ما رقابت لیگ نخبگان آسیا و همینطور لیگ‌های مختلف آسیایی رو آغاز خواهیم کرد، ولی خب مشکلات سخت افزاری همچنان وجود داره. واقعا حیف سپاهان با این زمین، یعنی این بازی آدم میخواد تیمه رو ببینه لذت ببره، فردا میخواد انزونزی و دابو وایسن وسط پاسو رو زمین و انزونزی آوردید که رو زمین بده دیگه، بلا بزن زیرشو که بازیکن لیگ سه میتونید بیارید، زمینو باید تو اول درست کنید بعد 5 میلیارد پول. عین این پلاتو رو سال قبل گفتم با تاریخ و با امضا. ابوالفضل جلالی که هفته اول به دلیل مصدومیت از ترکیب استقلال دور بود، هفته بعدی رو هم به دلیل مصدومیت از دست داد. رسانه معتبر وسلو لهستان گفته بعد از تلاش‌های ایجنت و پدر علی قلی‌زاده، مدیران لخپوزنان با جدای این بازیکن و بازگشت به ایران موافقت کردند، اما هواداران این باشگاه با فروش قلی‌زاده مخالفند. مرتضی تبریزی مهاجم سابق استقلال با عقد قراردادی 2 ساله به تیم ذوب‌آهن پیوست. مربی سابق طارمی راهی عربستان میشه. به ادعای آبولای پرتغال پس از شکست سنگین برابر الهلال در سوپرجام عربستان، سران النصر تصمیم دارن لوئیس کاسترو رو برکنار و سرجیو کونسیساو سرمربی سابق پورتو رو به عنوان سرمربی معرفی کنن. عثمان سرمربی سابق پرسپولیس شروع درخشانی همراه با بوریرام تایلند داشته و به 2 پیروزی پرگل در 2 هفته نخست رسیده. تیم عثمان 8 گل زده، 2 گل خورده و 6 امتیاز کامل در جیب داره. خیلی ممنون که مثل همیشه با ما همراه بودید. ممنون میشم نظراتون رو توی کامنت ها بنویسید، ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید و کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید و اگه کانال رو سابسکرایب ندارید حتما دنبال کنید، زنگوله رو هم فعال کنید. دم شما گرم، خدا نگهدار.